گروهی از یهودیان در شهر لس آنجلس در مقابل ساختمانی که دفتر سفارت قطر در اون قرار داره یک تجمع اعتراضی رو برگزار کردن. دلیلی که اینجا رو انتخاب کردن این بوده که به هر حال به گفته اونها بسیاری از رهبران حماس در حال حاضر در این کشور زندگی میکنند و قطر هم همیشه از حامیان گروه حماس بوده. دولت قطر هم پول میده به حماس، هم از رهبراش پذیرایی میکنه، از سیاستشون دفاع میکنه و این غلطه. کسی که مثل آیسیس میمونه و سر مردم میبره نباید از هیچ دولتی طرفداری ببینه. نباید از قطر بنزنشون بیرون، زندونیشون بکنه، هر چه whatever it takes، برای که نباید اینا هیچ دولتی پشتیبانیشون رو داشته باشه. برای خودشون شرم میاره که همچه آدمایی رو پشتشون رو بگیرن. قطر بسی کمک بکنه که ما بچه هامون رو از حماس پس بگیریم. زن حامله، مادرها، بچه های کوچیک، پدرهایی که بچه هاشون رو ندیدن، خانمایی که دیدن شوهراشون رو جلوشون کشتن و خودشون رو از اونجا دوزیدن و ببردن گازا. یه چیزی که اصلا من نمیفهمم، من خودم نگاه میکنم، چند ماه پیش یک کشتی غرق شده بود، یه بچه 10-12 ساله توش بود، یاد میدونم، مطمئنم شما یادتونه، همه دنیا وایستادن، حتی من که نگران بودم بچه چی شده. نمیفهمم چه شکلی 240 نفر 30 تاشون بچه رو میدوزن، همه مردم تو دنیا وای نمیستن بگن این چه کاریه. ما از دولت قطر میخواییم که به رهبران حماس کمک نکنه، پناهندگی نده، به کمک بکنه به گروگانها، فامیلی گروگانها برگردن خونهشون. ما از قطر میخواییم که در تاریخ به عنوان یه دولتی که کار درست رو کرده، کار انسان دوستی کرده یاد بشه و نه به عنوان یه دولتی که تروریست هستش و آدم کش. درخواست اصلی تجمع کنندگان در مقابل دفتر سفارت قطر در شهر لس آنجلس کمک دولت این کشور با آزادی هر چه سریعتر گروگان هایی است که در حال حاضر در دست نیروهای حماس هستند. امیر گیتی، صدای آمریکا، لس آنجلس.